و درود، یه روز دیگه، یه صبح دیگه با هم دیگه. خبرها خوبه، خبرها بده، هر چی که هست تا زنده هستی باید سالم بمونیم و باید که کمک بکنیم و کمک کنیم به هم دیگه. بدون همبستگی هیچ اتفاقی نمیفته. امروز صبح متاسفانه لایوی که آقای مشتاق واحدی داشت در ارتباط با سخنرانی رضا پهلوی رو از دست دادم، نمیدونم چی بود، حالا میرم نگاه گوش میکنم. ولی باید بدونیم که باید که سالم بمونیم، باید که اتحاد داشته باشیم. و الان یه خبر خوندم که سپاه وارد کشاورزی شده و میخواد برنجکاری بکنه. برنجکاری ایران رو نابود کردن، کشاورزا رو نابود کردن، مثل همه چیزهای دیگه. و میخوان که خودشون تا اونجا که میشه تو همه چیز با اسلحهشون برن توش و ما نباید بذاریم اتفاق بیفته. حالا ورزشمون رو میکنیم، شکمتون رو بدید تو، کف لگن رو ببندید، به هیچی الان دیگه فکر نمیکنیم جز ورزش کردن. برای ورزش کردن حتما یادتون باشه که آب خورده باشید قبل از اینکه ورزشتون رو بکنید و به بدنتون هم گوش بدید. عادت کنید قبل از اینکه هر کاری رو صبح شروع کنید حتما ورزشمون رو انجام بدید. حالا وقتی بدنمون رو گرم میکنیم، چون باید یه خورده بدن رو آماده کنیم برای حرکت های ورزشی. حتی اگر یه مثلا قبلش پیاده روی هم کردیم، یه چند تا حرکت ساده انجام بدیم، بدن رو توی حالت های مختلف آمادهش کنیم و بعد بریم برای ورزش کردن. ورزش های امروز رو هم باز طبق معمول برای بالاتنه انجام میدم. تقویت بازون خیلی مهمه. وقتی یه دوست از من خواست که برای گفت بازوهای من ضعیفه و من شروع کردم دنبال کارا رو گرفتم و خیلی روی خودم امتحان کردم، دیدم بازوی ضعیف چقدر در حفظ تعادل ما، در واقعا سلامتی ریه ما و خسته نشدن ما میتونه تاثیر داشته باشه. چون یک بازوی ضعیف شما رو تو حرکت‌های مختلف خسته می‌کنه و نمیذاره که فعالیت کنه. اگر که ما دستمون خوب حرکت نکنه، دستمون رو زیاد حرکت ندیم، باعث میشه که ریه ما محدودیت تنفسی پیدا میکنه. به خاطر اینکه ریه ما که ماهیچه نداره، ما باید با حرکت‌هایی که با دستمون ایجاد میکنیم قفسه سینه رو جمع میکنیم و باز میکنیم، کمک کنیم که این اتفاق بیفته، حرکت‌ها انجام بشه و تنفس بهتری داشته باشیم. باید که حتما شونهاتون رو بدید بالا، یک دو، بدید بالا و بدید پشت. وقتی که پشت میکشید این قفسه سینه باز میشه و کمک میکنه به ریه شما و به فرم دادن به سینه شما. خب اینو میارم، یک دو بکشید، یک دو سه، بعد رهاش کنید. ببینید میارم شونم رو جلو، میچرخونم، میبرم پشت و میکشم. این قسمت باید به هم دیگه تا اونجایی که امکان داره نزدیک بشه. یک دو سه، وقتی به این صورت میکشم دارم بازومو میکشم عقب، قفسه سینمو باز کردم و خودم هم کشیدم بالا. دوباره یک دو سه، بیاید بالا، یک دو سه، مجدد جمع کنید خودتون رو، باز کنید، یک دو سه، مجدد جمع کنید و بعد باز کنید. من همیشه میگم مثل یه قلچه جمع بشید. خب دست رو بیارید تو جمع شید، خودتون رو جمع کنید. حالا بیارید بالا، هم دارید ورزش شکمتون انجام میدید، سینه‌تون، قفسه سینه از ریه است، بازو رو به طرف پشت میکشید و ورزشش میدید. حالا همینطور که شکمتون رو دادید تو، خودتون هم صاف بکشید بالا، کف لگن هم ببندید، دو تا دست رو به طرف پشت بیارید بازر، یک دو. وقتی میبرید پشت نمیخوام دیگه جلو بیارید، فقط میبرید پشت، یک دو سه. وقتی میبرم پشت زانومو محکم نگه میدارم، چهار پنج شش هفت هشت نو ده، بازر ببرید پشت. حالا دست رو بیارید بالا، وقتی دست رو میارید بالا بکشید، وقتی دارید میکشید
این کشش باید توی ماهیچه بازوتون حس کنید، توی ساق دستتون حس کنید. وقتی که درست بکشید، کاملا بکشید، زیر شکمتون کشیده میشه، پهلوتون کشیده میشه، این قسمت ها کشیده میشه. اینطوری نیستش که آدم فقط پهلو داشته باشه مثلا و اینجاها اضافه نداشته باشه یا اینجا اضافه نداشته باشه. این اضافه با تمام قسمت هاست، یه قسمت بیشتر یه قسمت کمتر. پس آدم میگید یک، وقتی میارید بالا و میکشید بالا، زانوتون رو محکم نگه دارید، شست پا رو به طرف داخل بگذارید، فشار بدید بیرون. یک دو سه بیارید بالا. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، حالا این سمت بکش بالا، یک دو سه. وقتی دارید این حرکت رو انجام میدید، متوجه میشید که کدوم سمت بدنتون ضعیف‌تره. من سمت چپم نسبت به سمت راستم ضعیف‌تر، پس میام انگشتم من باهاش بازی میکنم، میکشم میرم بالا. دو سه، سعی میکنم این بازو این انگو دستم شونم رو بالا نگه دارم و به طرف پشت که این کشش لازم زیر شکم من، پهلوی من، همه جا بیاد. دو بکشید، بکشید انگشتا رو بکشید. سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. بکشید بالا، بکشید این کشش کاملا اینجا حس بشه. وقتی میکشید درست میکشید بالا و سعی میکنید کاملا بکشید، زانو رو محکم نگه داشتید، شست پارم دارید زمین فشار میدید. الان خودتون رو که میکشید بالا، شکمتون کاملا، پهلوتون، این قسمت ها کشیده میشه بالا. حالا دو تا دست رو با هم دیگه از دو تا پهلو ببرید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت انگشت رو هم بکشید. نو وقتی میاد پایین زانو رو رها کنید. ده بکشید 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 بکشید. حالا همینطور که شکمتون رو دادید تو، کف لگن رو ببندید. اگر مشکل بواسیر دارید، مقعدتون رو باید محکم بگیرید تو و بکشید. حالا دو تا دست رو بگذارید به طرف جلو، بکشید. یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج. حالا دو تا دست رو با هم ببرید بالا. یک دو سه چهار پنج، بیاید پایین. یک دو سه چهار پنج. حالا دوباره دو دست رو با هم ببرید بالا. یک، یه خورده با سرعت بیشتر. دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا دو تا دست رو به هم قلاب کنید، ببرید پشت، بکشید بکشید بکشید، شستتون رو بزنید تو، بکشید فشار بدید، پنجهاتون به طرف بیرون و دست رو بکشید عقب، بکشید. یک دو سه چهار پنج، بیاید جلو. یک دو سه چهار پنج، بیاید بالا. یک دو سه چهار پنج، بیاید جلو. یک دو سه چهار پنج، بیاید پایین. مجددا یک دو سه چهار پنج، تا هر جایی که میتونید خودتون رو خم کنید و دست رو بکشید بالا.
این حالت به تقویت بیشتر بازوی ما کمک میکنه، شکم هم که کوچیک میکنه و بعد زانو رو هم هر بار باهاش بگیرید ول کنید. بعد از مدتی که با زانوی ورزش رو بکنید زانو خوب تقویت میشه. حالا برای نشست و برخاستمون به این صورت عمل میکنید که دست رو بیارید بالا، میگید یک دو، دست رو ببرید بالا بکشید، سه چهار، در انگشت رو حس کنید که کشیدید بالا، شکم بدید تو بکشید بالا خودتون، پنج شیش هفت هشت نو ده. وقتی میشینید به این حد این شکم جمع میشه و بعد میبردش بالا، میکشید، حالا شکم رو به این ترتیب میکشید بالا، قفسه سینه‌تون، سینه‌تون، بازوتون، دستتون، همه رو دارید ورزش میدید. حالا دو تا دست رو دو طرف بگیرید، بکشید کاملا و بچرخید. این چرخش رو که انجام میدید با ملایمت انجام بدید، بکشید خودتون رو، یک دو سه، دستتون در امتداد شورتون قرار بگیرید، چهار پایین نیاد، پنج اگر بالاتر بره اشکال نداره ولی پایین نیاد، شش هفت هشت نو کاملا بکشید. این کشش کمک میکنه، اصلا این وقتی میکشید حس کنید از وسط قفسه سینه داره جدا میشه و به دو طرف کشیده میشه. حالا دست رو ببرید بالا، یک دو سه چهار، مجددا یک دو سه، بکشیدش بیرون بیاریدش. وقتی شما میکشید بیرون میبینید که قسمت زیر شکمتون کشیده میشه، ماهیچه های پشت ستون فقرات و اطراف ستون فقرات درگیر میشه و بعد حالا دست رو ببرید پشت، یک بالا، دو سه چهار پنج شش هفت. هر بار که دست رو میبرم بالا زانو محکم نگه میدارم، شستم رو زمین فشار دادم، هشت نو ده. حالا ده بار ما نشست و برخاستمون داشتیم، گفتم هر روز ما باید نشست رو داشته باشیم. حالا میگیم برای نشست و برخاست بقیه ده دوی دیگر، ولی این بار دست رو به این صورت نمیذاریم، این بار دست رو میذاریم زمین رو بلند میشیم به این صورت. یک، وقتی زمین هستیم کاملا رو زمین رو فشار بدید تو بلندشید، یک دو سه، تا اونجا که میتونید بشینید، چهار پنج شش هفت هشت نو کمر بین دو تا دست فشار میدید و با پا پا رو صاف میبرید اول، یک دو. این برای اینه که وقتی پا رو به این صورت میکنید باسنتون میاد بالا و این اینطوری، حالا این بار شکم به این صورت کشیده میشه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده. وقتی که شما دستتون رو روی کمر بذارید دست رو کاملا فشار بدید، یعنی کمر بدید دو تا دست فشار بدید تو، دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هیجده نوزده بیست، فشار بدید که دستتون رو ورزش بکنه. اگر به خاطر آرتروز کج و کله داره میشه جلوشو بگیرید و بعدم به مرور صاف میشه.
من همه این ورزش ها رو وقتی روی نتیجهش به شما میگم، برای اینکه نتیجهش رو دیدم، بعضی ها رو روی خودم و بعضی ها کسایی که با من ورزش کردن و به توصیه های من گوش کردن. حالا دستاتون رو ببرید بالا به این صورت، در امتداد شروعتون قرار بدید، بکشید دست رو اخم ساب وایسید، شست رو بذارید زمین، فشار بدید، شکم بدید تو کف لگن رو ببندید، اگر مشکل بواسیر دارید مقعدتون رو محکم ببندید و بدید بالا. حالا به این صورت دست رو ببرید اخم، 1 2 3 4 5 6 هر بار زانو رو بگیرید تو بردارید، 7 8 9 10 ببرید اخم و بعد تأثیرش رو ببینید به چه صورت، چه جاهایی بهش فشار میاد، کتفتون اگر حوز دارید دیگه به مرور صاف میشه و تقویت بازوی شماست. حالا دوباره دست رو به این صورت بگذارید. این ورزش هایی که من با شما میکنم مناسب سنمونه و واجبه در سنمون. حتی اگر روی صندلی هستید روی صندلی انجام بدید، بیمار هستید سعی کنید حرکت کنید، هیچ بیماری نیستش که بگن که حرکت نکن تا خوب بشی. این از محالاته. شما حتی قلبتون رو عمل میکنید فرداش میگن راه برید، آپاندیس عمل میکنید میگن راه برید، زایمان میکنید میگن راه برید. پس هیچ چیزی نیست، بیماری نیستش که بگن حرکت نکن تا خوب بشی. خب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 حالا دو تا دست با هم، 1 2 3 4 5 حالا دست رو به هم بزنید به این صورت، از اینجا به این صورت دست رو به این زاویه خم بکنید که به این قسمت و به بازوتون فشار بید. حالا اگر یعنی مطمئنن به هم دیگه برخورد نمی کنه ولی کشش زیادی انجام میده، به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قفسه سینه رو باز میکنه، اگر اینجا قوز داشته باشید اینو جمع میکنه و میبنده و بعد تاثیر میذاره توی تقویت ماهیچه های ستون فقرات ما. حالا ورزشی که میگه چون ما بیشتر تو روز اینطوری هستیم دیگه، نشستیم کار میکنیم، حالا هرچی که هست باید صبح اینا رو ورزش بدیم به طرف پشت حرکت کنیم. در تمام طول مدت ورزش میبینید که من با انگشتای دستم بازی میکنم، انگشتای دستم رو میکشم و ورزشش رو میدم. کشیدن برای انگشتای دست خیلی خوبه. وقتی میگم که روی انگشت شست رو فشار بدید به طرف داخل، انگشتای دیگه به طرف بیرون و بعد شما روش بلند میشید، دارید ورزش کف پاتون و انگشتتون رو و حفظ تعادلتون رو انجام میدید و این کمک میکنه برای اینکه پاتون دیگه کمتر درد بگیره وقتی دارید راه میرید و اینکه اگر کفشتون یه خود پنجه هاش جلوش جمعه کمک میکنه که اینا یه خود استراحت بکنه باز بشه و به حفظ تعادلتون کمک میکنه. حالا 1 2 3 4 این دست رو میارم ببینید 5 6 7 8 ببینید 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 حالا دو تا دست رو بذارید پشت گردنتون به چرخید بزن چپ و راست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حالا دو تا دستت رو بذاریم دو طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقتی که دارید بدنتون رو خم میکنید به چپ و راست، شونتون رو صاف نگه میدارید به طرف بالا و محکم به طرف عقب، شکم میدید تو بالاتر رو خم میکنید و
وقتی بالا تنه رو خم میکنین فشار لازم میاد این تو این سمت به این سمت کشیده میشه، وقتی بلند میشی به سمت برعکسش حرکت میکنه. حالا دستتون رو کمرتون رو بینید، دو تا دست قرار بدید، فشار بدید، پا رو بیارید بالا، یک دو، تا هر جا که میتونید، میتونید تا اینجا بیارید، میتونید تا اینجا بیارید، تا هر جا میتونید، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. تمام این ورزش ها برای حفظ تعادلمون بود، برای کوچک کردن شکم، برای تقویت ریه ما بود. حالا گردن رو جدا، گردن رو هم ورزششون بود، به این صورت شکم بدید دو، کف گردن رو ببندید، حالا سرتون خم کنید، یک، دو، سه، چهار، پنج، بلند کنید، بگید آها، یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه، حالا یک، دو، سه، یک، دو، سه، بکشید تا اونجا که میتونید خمش رو بچرخونیدش، حتی این توی حالت اگر تونستید شونتون اینا رو صاف نگه داری ثابت، یه خورده گردن رو فشار بدید، این کمک میکنه اینجا ها کشش بیشتری داشته باشه و به خستگی گردن شما کمک میکنه. هیچ چیزی بدتر از دست گرفتن مدام این موبایل توی حالتی که درست نشستید به گردن شما و پشت شما صدمه نمیزن، دستای شما رو بد حالت میکنه، خسته میکنه، کتفتون رو اذیت میکنه، گردن درد براتون میاره. خب حالا یه ورزش ساده ساده هم بهتون بدم، دستتون رو دراز میکنید به این صورت، یک، دو، سه، چهار، پنج، حالا دست رو ببرید بالا دوباره، یک، دو، سه، چهار، پنج، بیارید به طرف، میذارید حالا دست رو روی دیوار، بعد بند انگشتتون رو صاف میکنید، خودتون رو از دیوار با یه فاصله نگه میدارید که بتونید این حرکت ها رو خوب انجام بدید، میاد روی پنجه پا بلند میشه، میاد جلو، یک، بعد وقتی که میاد عقب انگشتای دستت رو روش خم میشید، این کمک میکنه به صاف شدن انگشتای شما، ورزش انگشتای دستتون رو دارید انجام میدید که اگر به خاطر آرتروز کج و کله شده یا دارید کج و کله میشه جلوش رو میگیرید، دو، از روی پنجه بلند میشید، میریم جلو، سه، چهار، پنج، وقتی که میام توش میخودم میکشم بالا، میام جلو، شکمم رو دادم تو، فشار پشت کتفامه، مثل همون حالت شنایی که رو زمین خیلی ها میکنن، من نمیتونم رو زمین بکنم، روز دیوار انجام میدم و قصدم اینه که هم بازو رو تقویت کنم، هم حفظ تعادلمه، هم انگشتای دستم دارم ورزش میدم، روی دیوار فشار میدم که این صاف و صوفتر بشه، بالا شروع، بعد ورزش های ایستاده امروز صبحمون رو انجام دادیم، امیدوارم ورزش با من که انجام داده باشید نتیجهش رو میبینید توی پوچی کردن شکمتون، استقامت دستتون، قوی شدن بازوتون و تنفس بهترتون. در فضای مجازی این عزیزان رو تنها نگذارید، خواهش میکنم به داد مادران دادها و همراه مادران دادها باشید، همراه کشاورزها باشید که حالا سپاه با اسلحه‌اش داره میزنه تو مزارع برنج، داره کشاورزی رو هم برای خودش میکنه، صنعت دست سپاهه، سیاست دست آخونداست، همه چیز هیچ چیزی جای خودش نیست، بیایید هر کدوممون جای خودمون باشیم و در اون جایگاه خودمون به هر کسی که توی هر کاری داره تلاش میکنه کمک بکنیم، بیایید دست به دست هم بدیم و بنیاد ستار بهشتی رو، یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین بنیادهای کمک رسانی به مردم ایران بکنیم. البته در کنارش بنیاد امام علی رو هم فراموش نکنید، ولی این دوتا بنیاد، بنیاد شناخته شده ای هستن، بنیاد ستار بهشتی
بنیادیه که از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی باید تقویت بشه. اگر بگیم که از این همه ایرانی که خارج از ایران هستن حتما 1,000,000شون انقدر دارن که بتونن به سالی 1 دلار به این بنیاد کمک کنن، یعنی میشه سالی 1,000,000 دلار و ببینید چه قوایی برپا میشه. حتی 1,000,000 هم خیلی کمه. باید کمک کنید. روز و شبتون بخیر و شادی باشه.